و یادار حال زکریا را هنگامی که خدا را ندا کرد که بار الها مرا یک تن و تنها وا مگذار و به من فرزندی که وارث من باشد عطا فرما که شما بهترین وارث اهل عالم هستی. ما هم دعای او را مستجاب کردیم و یحیی را به او عطا فرمودیم و جفتش را که نازا بود شایسته همسری او و قابل ولادت گردانیدیم، زیرا آنها در کارهای خیر تعجیل می کردند و در حال بیم و امید ما را می خواندند و همیشه به درگاه ما خاضع و خاشع بودند. و یاد کن مریم را که رحمش را پاکیزه گردانیدیم و در آن از روح خود بدمیدیم و او را با فرزندش عیسی معجز و آیت بزرگ برای اهل عالم قرار دادیم. اینک طریقه واحد و دین یگانه شما آیین پاک اسلام است و من یکتا پروردگار و آفریننده شما هستم. پس از همه باز آیید و تنها مرا پرستش کنید. و امت با این سفارش باز در کار دین بین خود تفرقه و اختلاف انداختن و باز رجوع همه به سوی ما خواهد بود. پس هر کس اعمالش نیکو و دارای ایمان است سعیش در راه دین ضایع نخواهد شد، که ما آن را کاملا می نویسیم و اهل دیاری را که ما هلاک گردانیدیم دیگر زندگانی بر آنها حرام و هرگز به دنیا باز نخواهند گشت تا روزی که راه یأجوج و مأجوج باز شود و آنان از هر جانب پست و بلند زمین شتابان درآیند. آنگاه وعده حق بسیار نزدیک شود و ناگهان چشم کافران از حیرت بی حرکت فرو ماند و فریاد کنند ای وای بر ما که از این روز غافل بودیم و سخت به راه ستمکاری شتافتیم. و به آن کافران خطاب شود: البته شما و آنچه را که غیر خدا می پرستیدید امروز همه آتش افروز دوزخید و در آن آتش وارد شوید. اگر این بتان که شما می پرستیدید و به راستی خدایان بودند به دوزخ نمی شدند، در صورتی که شما و بت‌هایتان همه در آتش مخلد خواهید بود.
آن کافران را در دوزخ زفیر و ناله بسیار دردناک است. و در آنجا هیچ سخنی نخواهند شنید. و البته مؤمنان آنان که توفیق و وعده نیکوی ما بر آنها سبقت یافته از آن دوزخ به دور خواهند بود. آنها هرگز آواز جهنم را نخواهند شنید و به آنچه مشتاق مایل آنند تا ابد متنعمند. و هیچگاه فزع اکبر و هنگامه بزرگ قیامت آنها را محزون نخواهد ساخت و با آنان فرشتگان رحمت ملاقات کنند و گویند این است آن روز سعادت، شما که رسولان حق در دنیا به شما وعده می دادند. و گویند این است آن روز سعادت شما که در دنیا به شما وعده می دادند. روزی که آسمانها را مانند تومار در هم بپیچیم و به حال اول که آفریدیم باز برگردانیم. این وعده ماست که البته انجام خواهیم داد. و ما بعد از تورات در زبور داوود نوشتیم که البته بندگان نیکوکار من ملک زمین را وارث و متصرف خواهند شد و این قرآن برای اهل عبادت تبلیغ رسالت خواهد بود. و ای رسول ما، تو را نفرستادیم مگر آنکه رحمت برای اهل عالم باشی. ای رسول ما، به امت بگو که بر من به یقین و درست این وحی می رسد که خدای شما خداییست یکتا. پس آیا شما تسلیم امر او خواهید شد؟ و چنانچه کافران از حق رو گردانیدند به آنان بگو من بر حسب وظیفه رسالت شما را آگاه کردم و دیگر نمی دانم که آن وعده روز سخت قیامت که به شما دادن دور یا نزدیک خواهد بود. همانا خدا به همه سخنان آشکار و اندیشه های پنهان شما آگاه است و خود ندانم شاید این تأخیر عذاب برای شما امتحانی باشد و تمتعی در دنیا تا هنگام مرگ فرارسد. رسول گفت الها، شما به حق میان ما حکم کن. و پروردگار ما همان خدای مهربان است که بر ابطال آنچه شما به خلاف حق میگویید
از او یاری می طلبم که تنها از او در هر کار یاری باید خواست. سوره حج. به نام خداوند بخشنده مهربان. ای مردمان، خدا ترس و پرهیزکار باشید، که زلزله روز قیامت بر خلایق بسیار حادثه بزرگ و واقعی سختی خواهد بود. چون هنگامی که آن روز بزرگ را مشاهده کنید، هر زن شیرده طفل خود از هول فراموش کند. و هر آبستن بار رحم را بیفکند و مردم را از وحشت آن روز بی خود و مست بنگری، در صورتی که مست نیستند، ولیک عذاب خدا سخت است. برخی مردم از جهل و نادانی در کار خدا جدل کنند و از پی شیطان گمراه کننده روند. در لوح تقدیر چنین فرض و لازم شده که هر کس شیطان را دوست و پیشوای خود سازد، وی او را گمراه کند و به عذاب دوزخش رهبر شود. ای مردم، اگر شما در روز قیامت و قدرت خدا بر بعث مردگان شک و ریبی دارید، ما شما را نخست از خاک آفریدیم، آنگاه از آب نطفه، آنگاه از خون بسته، آنگاه از پاره گوشت تمام. از پاره گوشت تمام و ناتمام تا در این انتقال و تحولات قدرت خود را بر شما آشکار سازیم و از نطفه ها آنچه را مشیت ما تعلق گیرد و از نطفه ها آنچه را مشیت ما تعلق گیرد در رحم ها قرار دهیم تا به وقتی معین طفلی از رحم بیرون آوریم. تازیست کرده و به حد بلوغ و کمال برسد و برخی از شما در این بین بمیرد و برخی به سن پیری و دوران ضعف و ناتوانی رسد، تا آنجا که از پس دانش و هوش خرف شود و هیچ فهم نکند و زمین را بنگری وقتی خشک و بیگیاه باشد، آنگاه باران بر آن فرو باریم تا سبز و خرم شود و نمو کند و از هر نوع گیاه زیبا برویاند و این آثار قدرت دلیل است که خدای قادر حق است و هم او البته مردگان را زنده خواهد کرد و او محققاً بر هر چیز تواناست و محققاً ساعت قیامت بی هیچ شک بیاید
و خدا به یقین مردگان را از قبرها برانگیزد. و برخی از مردم از روی جهل و گمراهی و بی هیچ کتاب و حجت روشن در کار خدا جدل می کنند و با تکبر و نخوت از حق اعراض کرده تا خلق را از راه خدا گمراه گرداند. چنین کسی را در دنیا ذلت و خاری نصیب باشد و در آخرت عذاب آتش سوزان خواهیم چشانید. این آتش همان اعمال زشتی است که خود پیش فرستادی و خدا هرگز کمترین ستم در حق بندگان نخواهد کرد. و بعضی از مردم کسی است که خدا را به زبان و به ظاهر می پرستند نه از باطن، و حقیقت از این رو هرگاه به خیر و نعمتی رسد اطمینان خاطر پیدا کند، و اگر به شر و فقر و آفتی برخورد از دین خدا رو بگرداند. چنین کس در دنیا و آخرت زیانکار است و این زیانش بر همه کس آشکار است. این کافر نگونبخت خدا را رها کرده و چیزی را می پرستد که هیچ نفع و ضرری به حال او ندارد، و این محققا همان گمراهی، همان گمراهی دور از هر سعادت است. غافل گمراه، غافل گمراه خدا را رها کرده و چیزی را که به ضرر نزدیکتر از نفع است می پرستد. وی بسیار بد معبودی یافته و بسیار بد دمساز و پشتیبانی اختیار کرده است. همانا خدا آنان را که اهل ایمان و نیکوکارند داخل به باغ بهشت هایی کند که زیر درختانش نهرها جاری است، و خدای قادر مطلق هر چه اراده کند خواهد کرد. آن کس که پندارد خدا هرگز او را، یعنی رسولش را، در دنیا و آخرت یاری نخواهد کرد و ابداً به نصرت خدا امیدوار نیست، وی را بگو پس تنابی به سقف آسمان درآویز و به گردن افکن، سپس تناب را ببر. آنگاه بنگرد که آیا این حیله و کید او خشمش را از بین می برد؟ و ما همچنین مانند سایر کتب آسمانی آیات روشن این قرآن بزرگ را برای هدایت خلق فرستادیم، و خدا به این آیات هر که را بخواهد هدایت می کند. البته خدا بین اهل ایمان و یهود، ستاره پرستان و نصارا و گبر و آنان که به خدا شرک آوردند
محققا روز قیامت میان آنها جدایی افکند که او بر احوال همه موجودات عالم گواه است. آیا مشاهده نکردی که هرچه در آسمان ها و هرچه در زمین است و خورشید و ماه و ستارگان و درختان و جنبندگان و بسیاری از آدمیان همه به سجده خدا مشغولند؟ در اینجا سجده واجب است. و بسیاری از مردم هم مستوجب عذاب حق شدند و هر که را خدا خوار و ذلیل گرداند دیگر کسی او را عزیز و گرامی نتواند کرد، که البته خدای مقتدر حکیم به هرچه مشیت کاملش تعلق گیرد خواهد کرد. این دو گروه مؤمن و کافر که در دین خدا با هم به جدال برخاستند مخالف و دشمن یکدیگرند و کافران را لباسی از آتش دوزخ به قامت بریدند و بر سر آنان آب سوزان حمیم جهنم فرو ریزند تا پوست بدنشان و آنچه در درون آنهاست به آن آب سوزان گداخته شود.